برناندیشان تقدیم می کند. سلام، امروز می خواهم یک از کارگاه های وبسایت برناندیشان رو بهتون معرفی کنم، آموزش کنار آمدن با مشکلات و رنج‌های زندگی. باید یاد بگیریم رضایت همیشه با موفقیت سازگار نیست. باید این سنگ رو با خودمون وا بکنیم که می‌خوایم موفقیت رو فدای رضایت کنیم یا رضایت رو فدای موفقیت. تا اگر مثلا به ثروت یا قدرت سیاسی و شهرت اجتماعی رسیدیم، دیگر ناله نکنیم که شاد نیستیم. تا وقتی به ارزش‌های داوری دیگران بی‌اعتنا نیستن، روی خوش نمی‌بینن. آدم به میزانی که به ارزش داوری‌های دیگران نسبت به خودش بی‌اعتناست، می‌تواند به راه خودش برود. باید به ارزش داوری‌های دیگران بی‌اعتنا باشیم تا بتوانیم راه یونیک خودمان را برویم. هر کدام از ما در جهان یک کوچه داریم که غرقگاه ماست، اما غرقگاه‌های ما خالی مانده و همه ما چپیدیم در خیابان و شما پای من را لگد می‌کنید و من پای شما را. چرا به میدانگاه می‌چپیم؟ چون ارزش داوری‌های دیگران برای ما مهم است. ارزش داوری غیر از واقع داوری است. ما متأسفانه خاک سرنشین این هستیم که به ارزش داوری‌های دیگران بها می‌دهیم، یعنی به خودمون وفادار نمی‌مانیم برای اینکه به دیگران وفادار بمانیم. باید کمالگرایی را به معنای منفیش از وجود خودمون ریشه کن کنیم. ما باید بپذیریم که با کار ناقص شروع کردن و روز به روز از نقص کار کاستن است که به مرز کمال نزدیک میشویم. کمالگرایی ناشی از عجب است. معنایش این است که مردم کار ناقص میکنن، اما من نباید بکنم. بنابراین به جای کمالگرایی باید بهترگرایی داشته باشیم. ما همیشه چیزهایی که جزء قوانین حاکم بر جهان انسان ضربه میخوریم، چون آنها را قانون حاکم بر جهان میدانستیم. وقتی چیزی را که قانون نما و شبه قانون است قانون فرض میکنیم، از آن ضربه میخوریم. ذهن شما باید تابع واقعیت ها شود. کسی که میگوید افسرده هستم چون دوست 20 سالم به من خیانت کرده، انگار که یکی از قوانین ذهنش این بوده که هیچ دوستی به دوستش خیانت نمیکند. هیچ روانشناس اجتماعی و هیچ جامعه شناسی این را از قوانین حاکم بر مناسبات انسانی تلقی نکرده است. تو این پکیج تمامی جزئیات مربوط به کنار آمدن با مشکلات و رنج های زندگی به صورت کامل جامع و کاربردی بررسی میشه. شما عزیزان میتونید برای تهیه پکیج مربوطه به وبسایت برناندیشان مراجعه بفرمایید. با تشکر از توجه شما.